تو دانشگاه فرنگیان چه خبره؟ میخوای امروز راجعش صحبت کنیم؟ صحبت کنیم. خب من بپرسم یا شروع کنم یا شما سوال میپرسید؟ میخوای فرق نمیکنه. باش. میخوای توضیح بدی چند سال پیش که وارد دانشگاه فرنگیان شدی اولویت‌ها چی بود؟ زمان انتخاب رشته کنکور سراسری نمیدونم سال چند بودی؟ از اون زمان تعریف کن برامون. خب من یادمه میخواستم برم یعنی دانشگاه فرهنگیان قبل از اینکه برم دانشگاه فرهنگیان یه ذره برگردیم عقب‌تر. خب بس انتخاب رشته بود، بس شیرین انتخاب رشته بود. یادمه که به چند تا بچه‌ای که دانشگاه فرهنگیان درس خوندن زنگ زدم، صحبت کردم. آره پرسیدم ببینم سیستم چیه، چه خبر هستن داخل دانشگاه فرهنگیان. بعد تصمیم گرفتی در نهایت بری دانشگاه فرهنگیان؟ نه تصمیم نگرفتم. پس چی شد رفتی؟ من پیش دو تا مشاور رفتم، با دوستان مشورت کردم، با خانواده مشورت کردم، چون اولویت من دانشگاه فرهنگیان نبودش. ما برای حقوق داشتم درس می‌خوندم. آره. ولی خب حالا اتفاقاتی که افتاد باعث شد که در نهایت دانشگاه فرهنگیان انتخاب کنم. آخرش پس فرهنگیان زدی؟ آره آخرش زدم. اولویت چندم تو؟ اول کلا چی فکر می‌کنم اولویت اولم دبیری علوم اجتماعی بودش. خب حالا ناحیه‌های مختلف یعنی فرهنگیان رو به علاوه اون چند تا اول. آره دیگه از علوم اجتماعی شروع کرده بودم که حالا رشته خودمه. تا حالا ادبیات دیگه چی زده بودی؟ پایینتر. فکر می‌کنم پایینش ادبیات بود. نه جدا از فرهنگیان دیگه چی زده بودی؟ اولویت فرهنگیان که تموم شد خیلی بود فرهنگیان دیگه. آره ماشاءالله تو علوم انسانی قشنگ دیگه از حقوق شروع کردم، حقوق شهرها رو زدم دیگه. خب طبیعتاً دانشگاهی که دستم بهش نمیرسید مثلا زدم اول مثلا دانشگاهی شهر تهران، دانشگاه علامه طباطبایی. اومد پایین‌تر روانشناسی بودش اولویت بعدی. درسته. و بعدم مدیریت ها بودن. برگ سبز که اومد جالبه که اون جایی که خیلی دوست داشتم قبول شم، علامه؟ اون رشته که خیلی دوست داشتم نه کجا؟ دانشگاه شمال بود، گیلان رشت. آها. بود روانشناسیش رو آورده بودم و حقوقم یه سری شهرها رو آورده بودم. خب خواستی از اینجا بری گیلان رشت؟ آره خیلی دوست داشتم برم، ولی خب دیگه مسیر رفت یزد. آره. خودت چطور بود؟ منم خیلی جالب بود. خیلی خلاصه بگم آخرش فقط فرهنگیان رو زدم، یعنی من فقط 8 تا آره 8 تا رشته زده بودم. 2 تا ریاضی بود، 3 تا فیزیک بود و 3 تا مهندسی زدم. ما تو رشته ریاضی چیز داریم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی داریم. حالا راجع به اینم مفصل صحبت می‌کنیم. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی چه تفاوتایی با فرهنگیان داره؟ راجع به این حتما صحبت می‌کنیم. من خلاصه برق و مکانیک و کامپیوتر رو زده بودم که اولت اولم قبول شدم. تو هم اولت اولت بود؟ اولت همون اولی بود. اولت اولت بود. البته می‌دونی که سه اولت اولشون قبول شدن شاخ نیستن ها. اینا خیلی انتظارش شاید بدی داشتن که اولت اول قبول شدن. اینم هست. خیلی اوزاخیته. خیلی اوضاع خیته. زمان خودمون آره متاسفانه به این وسعتی که الان هست بس انتخاب رشته مشاورایی که هستن آره واقعا این همه ویدیو نبود. من اون موقع تو نبود. مثلا یوتیوب جای دیگه سرچ می‌کردم دانشگاه فرهنگی اصلا نمیومد. دقیقاً همینجوریه. الان قشنگ بچه‌ها میدونن چقدر حقوق میگیرن دانشجو معلم ها، چه شرایطی دارن. خیلی اصلا نمیدونن. حالا جالبه اینو بهت بگم که من اون تایمی که می‌خواستم بیام دانشگاه فرهنگیان اصلا نمیدونستم حقوق میده دانشگاه فرهنگی، واقعا نمیفهمیدم. من ولی بخاطر همینش فقط اومدم. من اصلا اینو نمیدونستم، پرسیدم فهمیدم. خب فقط خدمتشو میدونستم که حالا معلم کسی باشه خدمت نمیرنم. خب متاسفانه حالا راجع به اینا مفصل بچه ها توی یه ویدیو دیگه حتما صحبت میکنیم. اینجا فقط اومدیم یه سری خاطرات رو مرور کنیم خیلی صمیمی، وگرنه اون مسائل رو بعدا انشاءالله راجعش صحبت میکنیم حتما. یادم دانشگاهی که اسمم در اومده بود دانشگاه فرهنگیان یزد بود. میخواستم داخل اینترنت و اینای سرچ می‌زدم ببینم عکسی نمی‌دونم فیلمی چیزی. یادم عکس مدرسه میومد. سختی یه کلیپ آموزشی معرفی دیگه نه آموزشی که نه معرفی دانشگاه بودش، اونو به سختی من پیدا کردم. یعنی واقعا جونم در اومد تا پیدا شد این کلیپو دیدم و دیگه حالا رفتم دیدم اون چیزی که تو کلیپ بود نبود. نبود آره. آره ولی خب این که اصلا آره. من یادم اطلاعات مناسبی اصلا نبود. منم یادم چیزی که دانشگاهمون
بعد رفتم وقتی قبول شدم نتایج نیومد، رفتم سرچ کردم توی گوگل مپ ببینم کجایی اصلا شهر میفته. تو نقشه دیدم قشنگ تو قلب شهر بود، گفتم باز خوبه، گفتم باز خوبه، خدا رو شکر حداقل جاش خوبه، میریم دانشگاه 4 سال مرکز شهر رو نمیدونم فلان و اینا، حداقل خوبه دانشگاه دولتیش بیرون شهر، ما تو شهریم. ولی رفتم دیدم آره یه بیفور افتر مشید اومده، رفتم اونجا دیدم نه از این خبرها نیست، اون درسته وسط شهر از لحاظ جغرافیایی ولی پایین شهر محسوب میشه، درسته بیرون شهر نیست، عملا هم یه جای پرتی بود پایین شهر. کجا بود دانشگاه؟ من شهر کرمان بودم، آدرسش هم بخوام بگم پردیس خواجه نصیر، سمت میدون خواجو میفته بچه‌ها. میدون پردیس برادران یه دونه پردیس بر... آره برادران یه دونه بیشتر نداشت، کرمان سمت میدون خواجو میافتاد، یه خیابونی بود بلوار سرباز، بیشتر فضا این مکانیکیا و نمیدونم تعویض روغنیا و اینا بود، ما باز خوب بود اولش هم بودیم دیگه، دانشگاه با هنر دیگه خیلی بد بود، آره جای شوکه شاقی بود، اول بالا بود، آخرش که دیگه میافتاد بیرون شهر. سه راجع به روز اول دانشگاه صحبت کنیم؟ نگو. روز اول یادم نمیره، روز اولی که من رفتم کرمان، من تا حالا کرمان هم نرفته بودم. خب یادم برای کرمان هم از اینجای خودمون شهر ما حالا فقط میشد با اتوبوس رفت دیگه، هیچ روش دیگه نمیشد، پرواز هم میشد نه نداشت، حداقل اون موقع نبود، الان هم بعید میدونم، یه تایم معدی گذاشتن حالا این که بکنه نیستش. عجب. با اتوبوس رفتم اونجا، ثبت نام و اینا انجام بدم، فکر کنم تو شهریور ماه اینا بود، شادم اوایل مهر بود یادم نمیاد، رفتم ثبت نام رو انجام بدن، گفتن که حالا امروز دارین انجام میدین شاید به فردا بکشه، گفتم اوکی حالا که یه تایم استراحتی دارم بزن یه دوری تو دانشگاه بزنم ببینم چی جوریه، مثلا آره فضاش چی جوریه، چقدر بزرگه، قشنگه، نیست اینا. به ظاهر ساختموناش با یک دبیرستان پیشرفت داشته، آره واقعا یه دبیرستان شبانه روزی بزرگ، ما بهش میگفتیم دبیرستان شبانه روزی بزرگ. رفتم اونجا دیدم فضا سبزش بد نیست، ساختموناش بد نیستن، گفتم اوکی خب خوبه راضیم، تا اینکه رفتم خوابگاه دیدم ما 6 تا ساختمون داشتیم، 6 تا بلوک داشتیم برای خوابگاه، یادم یه دونش فقط باز بود برای بچه که ترم تابستون برداشته بودن، دیدم در باز، منم رفتم تو هم طبقه همکف، 3 طبقه بود، در زدم یه اتاقی، در باز کردم رفتم دیدم بچه ها هستن، تعجب کردم من دیدم، گفتم نه چیز نیستم حالا نیومدم برای ترم تابستون اینا، من ورودی جدیدم گفتم بیام یه سر بزنم، مشکل نیست، گفتن یه دو سه دقیقه صحبت کردم، نمیدونم چی بهشون گفتم یادم نمیاد، ولی دیدم خودم خیلی مسخره است، یه سرم یه آبدارخونه دارن جا آشپزخونه، اینقدر جا آره هیچی هم نداشت، راه کثیف، البته به 4 تا گربه بود جلو در خوابگاه. فکر میکنم که وضعیت دانشگاه دیگه هم خیلی بهتر از این. آره آره آره، از نظر خوابگاه تو دانشگاه، نه که دانشگاه فرهنگیان ها، آره دانشگاه دولتی هم اینجوری نیستن که خیلی گل و گل باشن، یه مقدار ضعیف‌تر از همون، یه مقدار ضعیف‌تر دیگه، باید قبول بکنیم نیومدیم بگیم فرهنگیان بده یا هر چیزی، داریم خاطراتمون رو مرور می‌کنیم با هم دیگه. خلاصه بخوام بگم من رفتم اومدم بیرون و دیگه اصلا یه حال دیگه ای شدم، دپرس شدم تا اومدم خونه و بعدش اطلاعیه زدن دو سه روز دیگه باید میرفتیم شروع کلاسا، من فکر میکنم توی شهر خودمون جز افرادی بودن که دیرتر از همه رفتم دانشگاه، یعنی همه رفتم، من 2 هفته بعدش رفتم همه تو خوابگاه مستقر شده بودم، فقط یه دونه من مونده بودم. آره رفتم و یهو تو اتاقم دیدم اتاق 8 نفره بود، باز خوب اتاق ما 7 نفر بود، من نفر هفتم رفتم دیدم همه هم غریب، یه حس عجیبی داشتم، البته منم تجربه خوابگاه بودن و نداشتم تو دبیرستان. تو چطور بود؟ من یه ذره خلاصه تر میگم اینو. آره خوبه. حداقل من خیلی طولش دادم دیگه. خیلی طولش. خب من روز اول که رفتم خب طبیعتاً برای ثبت نام بود دیگه. رفتم برای ثبت نام، تایم خودم هم نرفتم، منم یادمه برای ثبت نام و آره همراه، چون به ترتیب حروف الفا بود. موقع مثلا علم بی‌نظم بود. خب بود ولی دیگه آره صحبت کردم، چون یادم از مسافرت داشتم برمیگشتم. دیگه آره. خب دیگه گفتیم اونجا بریم کار ثبت نامو انجام بدیم، ولی یست چون که دیگه بودی رفته بودی مثلا من آره، نبود من که رفت آمد دارم یست و کار ثبت نام انجام شد و تو دانشگاه که بودم همون روز اولین بار بود که غذای خوشمزه سلف دانشگاه رو خوردم. من اون روز رفتم غذا بگیرم، تو حرفت گفتن نمیدونم 6 تا من نمیدونم چقدر باید پول بدی خوش سبزی بخوری، رنگشو دیدم بعدم اومد نگرفتم اصلا، اصلا گفتم نمیخورم. خب تو اصلا سلف هم؟ آره سلف رو رفتیم غذا رو خوردیم و انصافا هم اون روز گرفتیم غذا خوب نمیدونم چطور
مهمون داشتن احتمالاً. خب و دیگه اومدیم حرکت کردیم اومدیم شهر خودمون تا فکر میکنم یه هفته بعدش فکر میکنم کلاس شروع میشد دیگه. همچین چیزی بود دیگه. یه هفته بعد کلاس شروع میشد دیگه، کلاس شروع شد و دفعه اولی بودش که رفتم توی خوابگاه و یهویی یه احساس عجیب غریب پیدا کردم. چند نفر بودین؟ من خب تا حالا خوابگاه نرفته بودم. تو خوابگاه چند نفر بودین تو اتاق؟ فکر میکنم 8-9 نفر بوده. چقدر بود اندازه اتاقتون؟ محیطش کوچیک بود دیگه. خب ما اتاقمون هولوش 24-5 متر مربع میشد. من حالا اونجوری محاسبه نکردم ولی آره من متر گرفتم. خب ولی خب کوچیک بود. کوچیک بود دیگه. حالا 7-8 نفر کوچیک بود ولی خب دیگه حالا ما کم کم عادت کردیم به اون فضا. سخت بود ولی اولش طبیعتا. آره. بپردازیم به بحث شیرین سلف دانشگاه فرهنگی. میخوایی من توضیح بدم؟ آره توضیح بده. من حالا خیلی تعریف نمی کنم که تایم ویدیو هم زیاد این ببینید دو تا تجربه مختلف از دو تا دانشگاه مختلفه ولی همش در یه حد دیگه، حالا خیلی تفاوتی هم ندارن. پردیسه فنگیان تازه جایی که ما بودیم جایی بعدی هم نبود. مثلا من اون تایم همیشه میگفتن که ما جزء نمیدونم چند تای اول و این حرفا رو میزدن که ما نمیدونم راست یا دروغ میگفتن بهمون. خیلی نداریم راجع به سلف بخوام بگم، ما یه سلفی داشتیم انصافا از راز سالونی، سالن نسبتا بزرگی بود، قابل قبول بود، بهداشتش خوب بود، مشکلی نداشت، فقط بحث غذاش بود. اوایل بهتون بگم چند سال اول کارت تغذیه ما نداشتیم یا نمیدونم هیچ روش خاصی نبود، سنتی بود، میرفتی یه ظرف با خودت بشقاب برمی‌داشتی میرفتی غذا انگشت میدادن. نه انگشتی نبود آره اصلا انگشت نبود، هیچی نبود، میگم روش سنتی با ظرف و بشقاب میرفتی غذا بهت آره میدادن و همیشه رو میز میخوری. بعد جالبی بود اجازه نمیدادن غذا رو از سلف بری بیرون، دلش این بود که بهداشت نمیدونم خوابگاه نمیدونم فلان میشه از این حرفا. اواخر دیگه چیز شده بود، بازم گیر میدادن آره. اواخر دیگه سنسور اثرانگوش آورده بودن و اثرانگوش میزدیم، رزرو میکردیم، سیستم اصلا سیستم رزرو نبود اوایل، تو سایت میرفتیم رزرو میکردیم و اینا و میرفتیم غذا رو میگرفتیم. در مجموع کیفیت غذاش بد نبود، بعضی از غذاش از دانشگاه دولتی که دوستان میخوندن تو کرمان بهتر بود، بعضی هم واقعا بدتر بود و تفاوتی که داشتیم بود که منو غذایی نداریم تو فرنگیان، یعنی یه نوع غذاست همونو باید شما بگیرین دیگه، مثل بقیه دانشگاه نیست که یه غذا آزاد داشته باشه یا چه میدونم دو نوع غذاش باشه. آره از لحاظ گرونی هم که گرونه، باز این بحث هزینه ها رو حتما توی یه ویدیو دیگه توضیح میدیم، چون امروز اومدیم فقط صرفا یه سری خاطرات رو مرور بکنیم اینا، وگرنه بحث هزینه ها اینا رو همه بهتون میگیم. راجع به موضوع بعدی به نظرم شاید گزینه خوبی باشه راجع به اساتید یا دروسی که تو فرنگیان گذرونی به صحبت کنیم، چون یه تفاوتایی داره با دانشگاه دولتی. حالا اگه چیزی بود منم تکمیل می‌کنم حرفتو. من می‌خوام خیلی روک بگم این قضیه رو. واقعیتش به نظر من از نظر آموزشی دانشگاه فرنگیان به شدت ضعیفه، یعنی تحصیل در دانشگاه فرنگیان هیچی از نظر علمی بهت یاد نمیده. تو پرانتز من یه چیزی بگم، هست توی دانشگاه فرنگیان خیلی کمن اساتیدی که واقعا کیفیت کارشون فوق العاده است، ولی برایند چیزیه که به طور کلی دقیقاً اینجوریه. ولی خب حالا مثلا من خودم هم یه سری اساتید داشتم که واقعا کارگشته بودن، کارگشته بودن، روشه خیلی خوبی داشتن برای تدریس، مخصوصا دبیر که نه استاد، حالا میخوای اسمش هم نگو. نه میخوام اسم کتابو بگم. استاد فکر میکنم چیز بود، روش تدریسمون بود. روش تدریس خیلی 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 خوب، روش خوبی رو آره برای تدریس خوب داشت و به نظر تلاش خودشو میکرد واقعا. آره تلاش خودشو میکرد بودن، حالا میگم خب تک و توک بود استاد، ولی به طور کلی به نظر من چیزی یاد نمیگیری میخوای بری مدرسه تو 4 ساله. آره برای معلمی چیزی یاد نمیگیری مثلا تو دانشگاه فرهنگیان، برای آموزشی خیلی کمه، خیلی کمه، شاید 20% 30% به نظر. تو بقیه دانشگاه هم همین ماجرا هست ولی تو فرهنگیان باز دیگه بیشتر، یعنی هر چیزی که میگیم تو همه دانشگاه هست تو فرهنگیان بیشتره. بگی ایباش میدونین چیه که چون خیلی از اون استادایی که اونجا بعضیشون اصلا خودشون معلمن. آره معلمن دقیقاً. یا حتی تحصیلات تکمیلشون دکترا نیست یا هر چیز دیگه. خب دوران شیرین کارورزی چطور بود؟ کارورزی بچه‌ها میدونی 4 ترم کارورزی داره دانشگاه فرهنگیان.
کاش کاورزی ما هم مثل کاورزی بقیه رشته، مثل بچه‌ای که مثلا میرن پرستار اینا بود، خیلی معلم میکشه والا، خیلی هم قشنگه شیرینه. ولی ما 4 ترم داریم، ترم 5 6 7 8 یه کاورزی داریم، 2 واحد هم بود هر ترم، بیشتر نبود، بقیه‌اش 150 بقیه دروس رو گذروندیم. و یک روز در هفته از اول صبح تا آخر تا ساعت 2 نمیدونم 12 اینا باید میرفتیم یه مدرسه. سال اولش باید میرفتیم مدرسه متصور، ماهایی که دبیری متوسطه بودیم، ما بچهای دبستان که همیشه میرن دبستان، و کاورزی 3 و 4 یعنی سال آخر رو میرفتیم دور دوم و تو دبیرستانای همون شهر میگذروندیم دیگه، همین چیز خاصی نداشت، عجیب غریب نبود. و اونجا اوایل یه سال اول فقط میرفتیم مشاهده میکردیم، سال آخر میرفتیم درس میدادیم، این قاعده کلیش بود. ولی خب همیشه رعایت نمیشد دیگه، بعضی جا معلم میگفت بیا درس بده یا معلم گفت درس نده، اصلا رعایت نمیشد، کاورزی یک رعایت نمیشد. ولی خب این قاعده کلیش بود، کرونا هم بود که دیگه خیلی چیز شد. آره کرونا خورد به تایم کاورزی بعضی از بچه‌ها و کاورزی تعطیل بود، واقعا کاورزی مجازی که نداریم، تعطیل بود. همه میگفتن میریم ولی واقعا کسی نمیره. های واتساپ فعال بودن بچه‌ها. آره. که بودم هیچ، یعنی هیچ فایده ای نداشت. خاطره چیز داری از دانشگاه فرهنگی؟ من خواستم همین اصلا بپرسم. خب خاطره ای چه میدونم توی یه جشن خاصی یا یه اتفاق خاصی افتاده باشه، اردوی خاصی من خیلی راستش فعال نبودم. آره اردوی خارج کشور فعال بودم، این داخلی ها رو فعال نبودم. ولی خب میدونین که بچه دانشگاه فرهنگیان اردوی خارج کشور میبرن، ولی تو کربلا و این برا من نمیخواستم بگم کجا گفتی دیگه. خب ولی اونو که نتونستم برم، قسمت نشد، منم قسمتم نشد. آره ولی من تنها اردوی که رفتم همین چند مشهد. آفرین. خب مشهد اون ورودی ما ورودی 97 بودیم. خب اینو ورودی 97 رو کلا جمع کرده بودن برای فارغ التحصیلی، گفته بودن یه به هر حال یه خاطره خوبی داشته باشه. ما رو بردن مشهد با هزینه خود دانشگاه. واو جالبش همینه دقیقاً، و واقعا پذیرایشون فوق العاده بود. خوشحالم، یعنی من باورم نمیشد اینو آدم از دانشگاه فرهنگی ها میبینم که اینقدر هزینه داره میکنه. درسته. و واقعا خوش گذشت مشهد. خوشحالتم بچه‌ها، یه خاطره خیلی خوبی با هم دیگه اونجا ساختیم. تو ذهنتون هست پس؟ آره یعنی دقیقاً 3-4 روز 5 شما فکر کنم دم فارغ التحصیلیتون هم شد دیگه. آره دیگه دقیقاً یک ماه قبل جمعتون کرد. یک کمتر از یک ماه قبل از چیز بود، امتحانات پایان ترم بود. پس عملاً جمع شدین دیگه. آره بعد از یه تایمی که یه سال شاد با هم نبودیم، یهو همه با هم. دلیل اصلی هم که رفتیم همین بود. همین بود. همدیگه رو ببینید. ما که این شانس رو نداشتیم. یه سوال چالشی ازت بپرسم. بپرس. شاید هم دو تا سوال باشه. نه سوال چالشی، حالا چالشی اینجوری هم نیست. چالشی میپرسی. اشکال نداره. من یه سوال میپرسم، شما هم بپرس. دو تا سوال عملا. از وضعیت الانت راضی؟ شاید واقعا خیلی از بچه ها بخوان بدونن که شما به عنوان یه دانشجو معلمی که تازه تموم کردی از وضعیتت راضی در کل همه لحاظ. خب و اینکه اگه برگردی به عقب چیکار میکنی؟ دوباره همین راه میگی یا یه راه دیگر رو انتخاب میکنی؟ ببین ما سال اول معلمی بودی دیگه، حالا شما که با تجربه تری پیشکسوتی تو من برگردم به عقب. آره عمرم پاما من خیلی فکر کردم راجع به این سال، ولی واقعیتش اینه که بازم میرفتم دانشگاه فرهنگی. یا شاید فقط خواهد اینکه جلد دور میدین داری میگی؟ نه واقعا بازم رفتم دانشگاه فرهنگی هم، ولی خب حالا اینا خیلی بحث چیزی داره، کلی آره آره این خیلی مفصله، بستگی به هدفتون داره. خب شاید یه هدف رو بتونید در کنار دانشگاه فرهنگی هم ادامه بدید، که بستگی به هدفی که خودتون دارید میپردازیم به این. این نمیشه یه تصمیمی باشه که مثلا ما بگیم برای شما انجام بشه. نظر شخصی من مطمئنم شاید تو شاید نظرت فرق بکنه با این. شاید البته من میدونم بخوایی چی بری. اگه اینو نمیرفتی چی میرفتی؟ من که میدونم. آره من هم میگم اشکال نداره، ولی یه قسمت رو پیچوندی که راضی از شرایطت؟ از شرایط راضی نیستم. نه راضی نیستی؟ راضی نیستی ولی بازم همین راه ها میای. شاید نظرم عوض شد، مثلا یه سال بگذره دو سال بگذره نظرم عوض شد. الان که داریم در حال حاضر میگم آره واقعا همین مسیر رو دوباره میگم. من از جایگاهی که دارم راضیم، از شرایط نمیدونم معلمی اونجور چیزا نه، و از جایگاه خودم راضیم چون شرایط خودم رو میدونم دیگه. و اگه برگردم به گذشته، من با شرایطی که داشتم، با اتفاقاتی که افتاده بود اون سال، من میدونستم چجوری اوضاع، با این علم اگه برمیگشتم
اولویتامو فقط جابجا می‌کردم، یعنی اولویت اولام که رفتم ریاضی فرهنگیان به جاش می‌زدم اولویت هشتمم که قبولم شده بودم مهندسی کامپیوتر تجربه در شهید رجایی، الان به هدفم بیشتر نزدیک بود. تصور میگم اطلاعات این مگس چیکار می‌دادم تو ویدیو نباشه، تو ویدیو نباشه اول ویدیو مگس بریم بزنیم مگس رو بیای. خب بچا اگر سوالی چیزی داشتید در رابطه با حالا صحبتایی که کردیم حتما بپرسید، توی ویدیو میایم قشنگ سوالاتتون رو جواب میدیم. حتما لایک یادتون نره. آره من می‌خواستم بگم بچه‌ای که از یوتیوب میاد لایک کنن، سابسکرایب بزنن، زنگوله رو هم بزنن، حمایت بشه، ویدیو بیشتر بذاریم و فقط انگیزه بگیریم. کامنت هم بزنین، کامنت انگلیسی معنادار بذارین. اگر از اینستا می‌بینین که حتما کامنت بذارین، فوروارد کنین، لایک کنین، اصلا سیو کنین، همینجوری دیگه حمایت کنین. آره دیگه کلیپ می‌خوایم وایرال شه.